سلام سرکار. سلام. دستی بفرم. تازه تو گلبر استخدام شدیم؟ بله سرکار، تازه استخدام شدم. خیلی خوب، میتونی بری، زود باش. باشه چشم. برو باشه دیگه، بار دیگه. گروهبان عباسی، چرا کامیونو بازرسی نمی کنی؟ سلام سرکار. سلام. خب نگفتی چرا؟ آخه چیزی حمله می کنه قربان. چطور؟ یعنی هیچ باری نداره؟ چرا سرکار؟ بار گندم داره. فقط گندمه قربان. اینقدر ساده نگیر عباسی. چقدر بهت بگم همه چیز خوب باید بازرسی کنی. هیچ چیزی نباید از زیر دستت در بره. اینو خوب یادت باشه. بله سرکار. حالا برو بالا همه گونیا رو خوب بگرد. اطاعت. اینو بگی. گاهی وقتا فکر میکنم جمعون با این کارام شما ناراحت میشین، اما وقتی به وجدانم رجوع میکنم میبینم نه، لازمه. ما باید وظیفمونو درست انجام بدیم تا جوانای مردم تو شهر بدبخت نشن. حق نمیگم جوان؟ چرا سرکار، حق میگین. چیزی نداره قربان، همش گندمه. تو که هنوز همه گونیا رو نگشتی. چرا قربان، بیشترش هم گشتم، بقیهش هم گندمه. ای بابا تو چرا اینطوری هستی؟ بدی من دستتو. نمیخواد برو کنم. گندمی که میگفتی همین هاست؟ نمیدونم سرکار، به من گفتن گندم بار زدم. بهت گفتن گندم بار زدی، به همین سادگی؟ بله سرکار، باور کنین، به خدا دروغ نمیگم. دروغ میگی؟ مثل سگ دروغ میگی؟ همه تون دروغ میگین، همه تون میدونین چی بار زدین، اما دروغ میگین تا جوانای مردم رو بدبخت کنین. همه تون دروغ میگین تا هستی مردم رو نابود کنین. شماها کثافتین، شماها لجنین، لعنتی ها.
چشم بابا. آغاز تشکیل سمینار من به عنوان یکی از اعضای مجمع هماهنگ کننده افکار از جناب تیمسار جهانپایه فرماندهی محترم ژاندارمری و جناب تیمسار کمالی فرماندهی محترم شهربانی و جناب دکتر توایف و دیگر مقامات مسئول که در این سمینار شرکت کردند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم. البته از جناب همت و دوله والا تبار سناتور عزیزمان دعوت کردیم که متاسفانه هنوز تشریف نیاوردند. امیدوارم که ایشان هم نیز تشریف فرما بشن و سمینار ما رو تکمیل بکنن. سلام بابا. سلام. همانطور که مسبوق نظر خانم ها و آقایان است، این سمینار جهت اخذ تصمیم و پیدا کردن راه های مناسب برای مبارزه علیه اعتیاد تشکیل شده است. امیدواریم که بتوانیم در این جلسات سلام. بفرمید. بله. خب، امیدواریم که بتوانیم در این جلسات موضوع اعتیاد رو بررسی کرده و راه‌های مبارزه با این بلیه اجتماعی رو پیدا بکنیم. من چون جناب همت و دوله والا تبار تشریف آوردن، بنابراین سخنانم را کوتاه می کنم و از ایشون که در مجلس سنا و در فعالیت‌های جنبی خودشون همیشه پرچمدار مبارزه با اعتیاد بودن تقاضا می کنم به عنوان اولین سخنران با راهنمایی‌های ارزنده‌شون جهت و حرکت آینده ما رو در این مبارزه مشخص کنم. جناب سناتور، خواهش می کنم بفرمایید. چرا؟ قبل از ورود به بحث، من به سهم خودم از تشکیل دهندگان این سمینار یعنی مجمع هماهنگ کننده افکار تشکر می کنم و امیدوارم بتونیم با پیروی از منویات بانی امر حیاتی مبارزه با تریاک در ایران یعنی شاهنشاه محبوبمون در مبارزه با این بلیه اجتماعی موفق بشیم. آقایون، برای اینکه کسی معتاد بشه بایستی دارای سرشت نوروتیک شخصیتی و یا متمایل به مواد مخدر باشد و نیز بتواند دهی رو بیابد که با آن خود را معتاد کند. دکتر لوپان در کتاب معروفش بهشت معتادان تئوری هیپوسنسیبیلیته مسئله حساسیت سلولی رو کاملا بیان کرده. بزن ببینم چی شده. هیچ میفهمی چی داری میگی مرتی که یه احمق؟ پس تو اونجا چی کاره هستی؟
خیلی خوب، خیلی خوب، مواظبم. خیلی زود خودتو برسون به کاباره. نه نه نه، رستوران. برو همونجا منتظر باش تا من بیام. فهمیدی؟ لطفاً به آژانس اطلاع بدین یه ماشین برای من بفرستن. متشکرم. خواهش میکنم یه اتومبیل بفرستین به اشتراک 15. اکی عجب حافظه‌ای دارم من. آخه پسر یه کمی فکر کن. ببین صبح کجا رفتی؟ کجا گذاشتی؟ تو که حافظه نداری؟ باید همون صبح نسخه رو میگرفتی دیگه. ای بابا. خیابان میر اماد. چشم آقا. این چه حافظه ای که تو داری پسر؟ آخه یه کمی فکر کن، شاید یادت بیاد. چی گفتین آقا؟ با شما نبودم آقا، با خودم بودم. با خودتو؟ آره آقا، حافظه بدی دارم. یه چیز دو دقیقه تو حافظم نمیمونه. شما الان یه چیزی بگین، دو دقیقه بعدش یادم میره. همین صبحی مادر نسخه‌شو داد که دواشو بگیرم. از خونه که بیرون اومدم نسخه تو دستم بودا، اما الان هرچی میگردم پیداش نمیکنم. آب شده رفته زمین، نمیدونم کجا گذاشتم. شما میگین آقا علت کم حافظگی ما چیه؟ چه میدونم آقا، برو دکتر. اتفاقا تو همین فکر بودم آقا، داشتم با خودم میگفتم آخه پسر تو الان 26 سالته انقدر گیجی، فردا که به سن آقا برسی دیگه واویلا است، راه خونت هم گم میکنی. درست نمیگم آقا؟ انقدر حرف نزن آقا، رانندگی تو بکن. میبخشین آقا که سرتون رو درد آوردم، تقصیر خودم نیست، تقصیر کم حافظگیمه. سلام قربان. که این اتفاق افتاده؟ عرض کنم قربان، همین دیروز اتفاق افتاده. دیروز بعد از چطور ممکنه؟ درست حرف بزن، حالیم کن. نمیدونم، اصلا گیج شدم. باید حواسم رو جمع کنم ببینم صبحی که از خونه بیرون اومدم کجاها رفتم. خب از خونه که بیرون اومدم نسخه دستم بود، این درست. بعدش کجا رفتم؟ به خونه دایی تلفن زدم. بعدش کجا رفتم؟ بعدش به من تلفن کردن، قضیه رو خبر دادن، منم بلافاصله به شما تلفن کردم. کار اعتماد زاده است، فقط عوامل اون میتونن ترتیب این کار رو داده باشن، وگرنه اونجا مسئله‌ای نداشتیم، همه چیز درست بود. فقط این مرتکه احمقی که دست بردار نیست، خیال میکنه با این کاراش میتونه منو وادار کنه که شریکش کنم. ولی کور خونده هوشیار، من اونو شریکش نمیکنم. الانم شمارش بگیر تا به این مرتکه کثافت حالی کنم که با دم شیر نمیتونه بازی کنه. بله قربان. بگیر.
مردی که یه احمق. الو، منزل آقای اعتمادزاده؟ دیگه مات شدی لقمان. یه دست دیگه بازی میکنین قربان؟ نه، من خیلی خستم قربان. آقای خرمی پای تلفن باهاتون کار دارن. باشه، با اجازه. چی شده که خرمی یاد ما کرده؟ چه عرض کنم قربان؟ تو حتی حدسم نمیتونی بزنی که چرا؟ ابدا قربان، الان میفهمیم. سلام دوست عزیز، حالت چطوره؟ مثل این که تو هنوز نمیفهمی با کی طرفی. پس خوب گوش کن، پا تو کفش من نکن. برای صدومین بار بهت میگم، من با تو شریک نمیشم، یعنی شریکت نمی کنم. اگه یه دفعه دیگم از عواملت استفاده کنی و راپورت بدی، مغزتو داغون میکنم. جواب سلامت کجا رفت دوست عزیز؟ مثل اینکه رسم ادبو فراموش کردی. برای من لفظ قلم صحبت نکن اعتماد زاده. سعی نکن کاری رو که کردی پنهان کنی. کار درستی نکردی. این عملت هیچ کاری رو درست نمیکنه. تو کوچکتر از اون هستی که بتونی منو تحت فشار قرار بدی، با من رقابت کنی. پس نبینم دیگه از این غلط ها بکنی. دفعه آخرت باشه، فهمیدی؟ الو؟ الو؟ چی شده قربان؟ خرمی امروز خیلی آتشی بود. نمیدونم چه اتفاقی افتاده که فکر میکنه کار ماست. بیشعور فکر کرده که میتونه میلیون ها تومن پول منو از بین ببره. از حلقومش میکشم بیرون، ضربهی بهش میزنم که تا آخر عمر نتونه کمر راست کنه. ببین هوشیار، اگر احتمالاً اومدن و از تو سوال کردن، میگی کار خود راننده بوده و تو هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتی. منم امشب میرم پیش رئیس، قضیه رو باهاشون مطرح میکنم تا ترتیبی بدن که مسئله خیلی زود تموم شده تلقی بشه. ببخشید قربان، نمیخواین برای راننده کاری انجام بدیم؟ اون میتونه تومه خیلی خوبی باشه تا قضیه رو تموم شده تلقی بکنن. آخه قربان، دلت به حال اون نسوزه هوشیار. دلت به حال خودت بسوزه که اگه یه دفعه دیگه سهلنگاری بکنی و عوامل اعتمادزاده بفهمن که ما چی کار میکنیم، خودت هم میری جای اون راننده. فهمیدی؟ بله، بله قربان. چقدر این آقای دیر کرد؟ چه برم آقا؟ برو نیاورم. غلط نکنم این ماشینی که داره دنبال سرما میاد حتما با ما کار داره. چی گفتین آقا؟ هیچی آقا، با شما نبودم، با خودم بودم. داشتم میگفتم این ماشینی که داره دنبال ما میاد، غلط نکنم با ما کار داره. کدوم ماشین؟ یه ماشین که قدم به قدم از اونجایی که شما سوار شدین داره دنبال سرما میاد. جوان، هر چی بخوای حاضرم بهت بدم، فقط کاری بکن مسیرتو گم کنه و نفهمه کجا داری میری. چرا آقا؟ مگه چی شده؟ حالا چراشو نپرس، بعدم بهت میگم.
ولی اگه الان بگین خیلی بهتر آقا. اینقدر پر حرفی نکن آقا، تو پولتو بگی. باشه آقا رفتیم، خودتونو قرص بگیرین. الان یه جوری میخوام ببرمتون که فلکم به گرد ما نرسه. خدا کنه کسی تو ریش نشه آقا، ولی بد جوری تو هچل افتادن. با این تصادف آقا حالا باید کلی پول صافکاری بدم. پیدا کردم. چی رو پیدا کردی؟ الان چند ساعته دارم فکر میکنم نسخه مادرم رو کجا گذاشتم، یادم نمیومد. خب بگو آدم حسابی، صبح تو صافکاری جا گذاشتی؟ یعنی نسخه تو دستم بود، اومدم پولمو بدم فراموش کردم و رو میز صافکار جا گذاشتم. آقا اسم چیه جوون؟ علی حقیقت آقا. حقیقت با این که منو ترسوندی، اما الحق که دست فرمون فوق‌العاده‌ای داری. از بچگی رانندگی رو یاد گرفتیم آقا، اما چون حافظه خوبی نداشتیم نتونستیم تصدیق یک بگیریم، همون تصدیق دو موندی. تو بچه تهرونی؟ بله آقا، مال خاک پاک تهرونی. یعنی اول تو خیابون مولوی به دنیا اومدیم، اما حالا تو نارمک زندگی میکنیم. یعنی بابامون قبل از اینکه عمرش بده به شما اونجا خونه گرفت. ببینم حقیقت، از درآمدت راضی هستی؟ راضی آقا، کی میتونه با خرج و مخارج امروز راضی باشه؟ الان یه سالی که میخواییم با دختر دایی ازدواج کنیم اما نمیتونیم. یعنی دیدیم خونه نداریم. خونه بابای هست اما فقط دو تا اتاق فسقلی داره. بخوایم خونه دیگه بخریم پولشو نداریم. خواستیم بریم اجاره کنیم، دیدیم مادر رو چیکار کنیم، اونم طفلی مریضه به ما احتیاج داره. بخوایم اونجا اتاق بسازیم اونم پول میخواد. این ماشینم به ما نبینیم، دایی واسه ما قسطی خریده که ماه به ماه قسطشو بدیم. بخوایم ماشینو بفروشیم چجوری زندگی کنیم، قسطشو چجوری بدیم، کار کجا پیدا کنیم. خلاصه آقا موندیم حیرون تو وادی تهران. دلت نمیخواد کار بهتری داشته باشی؟ چرا آقا نخواهیم، کارش سالم باشه، پول داشته باشه، ما هم حاضریم بکنیم. کارش پول داره، اما باید زرنگ باشی تا بتونی به چیزی که دلت میخواد برسی. منم وقتی جوان بودم مثل تو زندگی میکردم، اما زرنگ بودم. تونستم بالاخره بار خودمو به منزل برسونم. فهمیدی چی گفتم؟ بله آقا فهمیدی. بیا با شخصی که شمارش روی کارت نوشته شده تماس بگیر، بگو منو خرمی معرفی کرده، بگو راننده خوبی هستی، اون کارتو درست میکنه. خیلی ممنون آقا. بیا بقیهشم مال خودت. دستتون درد نکنه. راستی آقا بله، نگفتین چرا اونا شما رو تعقیب میکردن؟
همیشه آدمای خوب و سالم دشمن زیاد دارن و دشمنان یعنی آدمای بد و شرور که نمیتونن آدمای خوب و سالم رو تحمل کنن. حالا فهمیدی چرا منو تعقیب میکردن؟ بله آقا فهمیدم. خدا حافظ جوان. خدا حافظ آقا. سلام. سلام مادر. کی اومدی؟ همین الان. بس چرا خوابیده بودی؟ یه کمی پام درد گرفت. مادر، دواهاتو آوردم. دوامو؟ چه عجب یادت مون. این دوا حواسم جمع بود مادر. امشب خیلی خوشحالی. خبری شده؟ بالاخره مادر، امشب شانس اشتباهی تو ماشین من نشست. تو ماشین تو؟ آره مادر. لباس شیک پوشیده بود و اتوکلون زده بود. خیلی هم خوشتیپ بود. وقتی تو ماشینم نشست یه دور که گردوندمش از دست فرمونم خیلی خوشش اومد. دست کرد تو جیبش و این کارتو به من داد و گفت. اگه گفتی چی گفت مادر؟ نمیدونم، خودت بگو. گفت با این شماره تماس بگیر تا کاری برات درست کنم که بتونی با پولش یه اتاق و یه آشپزخونه توی خونت بسازی تا دیگه مادرت مجبور نباشه بره تو زیر زمین آشپزی بکنه و پاش درد بگیره. بعدم گفت حتی با پول این کار میتونی با دختر دایی صدیقه عروسی کنی تا دیگه مادرت اصلا مجبور نباشه بره آشپزی کنه. از شانس پرسیدم ببخشین میتونم با پول این کار مادرم رو مالجه کنم؟ شانس گفت چرا نه، میتونی اونو پیش دکترهای خوب خوب ببری و مالجه کنی تا پاهاش خوب بشن. شانس این حرفا رو به تو زد؟ باور نمی کنی مادر؟ ای ناقلا. باشه فردا بهت میگم. گلبار بفرمایید. الو آقای هوشیار، اسم من حقیقته، علی حقیقت. آقای همین الان اسمش تو که زبونم بوده. آقای خرمی؟ بله آقای خرمی. ایشون گفتن برای کاری به شما تلفن بکنم، گفتن بهتون بگم راننده خوبی هستم. تموم آقا؟ بله، تو از امروز استخدام شدی. دستتون درد نکنه آقا. خیلی ممنون. حالا کارم از کی شروع میشه؟ در مورد کارت حماد باهات صحبت میکنه. سعی کن کارتو خوب انجام بدی. حتما آقا، حتما. خاطرتون جمع باشه. حالا میتونی بری. بله. اونجا باش تا بریم. امانتی رو میدی؟ بگیر. مرسی. قربان معذرت میخوام، کارتون دارم. بیا اینجا حرفت بزن. چه شده لقمان؟ قربان
امروز بچه های جوان ناشناسی رو دیدن که از دفتر گلبار بیرون اومده. خب بعد که تعقیبش کردن سر از دفتر هواپیمایی در آورده و بلیط گرفته. حالا هم تلفن زدن که چیکار باید بکنن. جوان ناشناس؟ بله. بلیط هواپیمایی؟ باز پوفیوز میخواد یه کلک دیگه سوار کنه. هر جا میره تعقیبش کنین و مرتب به من گزارش بدین. میگم حالا که امشب دایی گفت هر کجا دلتون میخواد عروسی رو بگیرین، تو میگه عروسی رو کجا بگیرین؟ هر جا دلت میخواد مادر. خب میتونی از دختر داییت هم بپرسی. من که میگم تو خونه خودمون عروسی بگیریم، بهتر نیست؟ بهتره مادر. به خدا اصلا اینجا صفاش از باشگاه بیشتره. تازه اینجا هنوز بوی بابا رو میده. یادت مادر، خدا بیامرز، چقدر دلش میخواست دومادی منو ببینه. ولی البته مادر، من قبل از اینکه عروسی کنم حتما باید یه کاری بکنم. یعنی اول ماشین رو میفروشم، بعد اوسترزا رو میارم و یه اتاق یاش بسخونه سریع میسازم، بعدش عروسی رو میگیریم. موافقی مادر؟ چه شد مادر؟ برای چی یه دفعه ناراحت شدی؟ نمیدونم مادر، یهو دلم شور افتاد. واسه چی؟ نمیشه این سفر رو نری، کار قبلی تو بکنی. آخه چرا؟ کار خوبیه. اگه نرم از دستش میدم. تازه از این به بعدم کارم همیشه تو سفره، باید برم شهرستانه و بار بیارم. نرو سفر مادر. آخه یه دفعه چت شد؟ نمیدونم مادر، دلم گواهی بد میده. به دلت بد نیار، خوب نیست اول کاری. ایشالله از سفر زاهدان که برگردم همینجا عروسی رو میگیریم، بعد من و صدیقه دوتایی دستاتو میگیریم و میبریم دکتر تا پاهات خوب خوب بشن. باشه مادر؟ حالا بخند، بخند دیگه. نوکرتم مادر. Thank you.
اون پرونده رو دیگه ورش کن. اون پرونده بازندونی شدن راننده بسته شده. از حالا دیگه حواستو جمع کن که اون اتفاق تکرار نشه. استوار اگه این دفعه اشتباه بکنی پستتو از دست میدی. جناب سرهنگ، اون دفعه تقصیر من نبود، تقصیر استوار بود. این چه حرفیه میزنی؟ مگه استوار زیر دست تو خدمت نمیکنه؟ چرا جناب سرهنگ؟ پس مواظب باش، نظر اشتباه بکنه. یک دنده است، سمجه جناب سرهنگ. سمج کدومه؟ وظیفشه که از تو اطاعت کنه. اطاعت میکنه جناب سرهنگ، ولی بعضی چیزها رو در چارچوب مقررات نمیتونم ازش بخوام. اگه بخوام میترسم مسئله ایجاد بکنه. مگه اون چجور جونوریه؟ چند وقت پیش تو خدمت میکنه؟ تازه 2 ماه منتقل شده قربان. قبلش کجا بوده؟ تایبات جناب سرهنگ. اسمش چیه؟ استوار حقگو جناب سرهنگ. کدوم یکیشونه؟ اون که از همه مسن‌تره. بسیار خوب، میتونی بری. به سلامت. به هر حال باهاش صحبت کن، میتونی راضیش بکنی. نقطه ضعفش رو باید پیدا بکنی و اگه قبول نکرد تهدیدش کن. چشم جناب سرهنگ. حرکت کن. گروهبان عباسی بیا اینجا. عبری داشته قربان. ببین عباسی، امروز یا فردا باز قراره یه ماشین گلبار بارشو به تهران ببره. این دفعه مواظب باش کسی ماشینو نگرده. اگه اون اتفاق تکرار بشه عباسی، پستتو از دست دادی. فهمیدی چی گفتم؟ والا قربان، استوار نمیذاره، مثل کنه با آدم میچسبه ول نمیکنه، تو هر کاری دخالت میکنه. خب میگی چی کارش کنم؟ والا چه عرض کنم قربان، هر جا شما سلام میدونی. خیلی خب، برو بهش بگو بیاد اتاق من. کش قربان. سرکار اسمان، رئیس کارتون دارن، گفتم بیان تو اتاقشون. با من کاری داشتن قربان؟ به به، استوار عزیز، خوش آمدی. بیا بشی. امرتونو بگین مرخص میشم قربان. چه عجله‌ای داری استوار؟ تو از موقعی که از تایبات به اینجا منتقل شدی هنوز 2 کلمه با هم حرف نزدیم. بیا بشین، باهات حرف دارم. سیگار؟ دودی نیستم قربان. یعنی هیچ دود دمی نیستی؟ نه قربان. ببینم حقگو، چند سال تو ژاندارمری خدمت میکنی؟ 20 سال قربان. 20 سال؟ تو 4 سال بیشتر از من خدمت کردی، احترامت واجبه. حالا که از تایبات به اینجا اومدی، میخوای زاهدان خونه بخری یا بیرجند؟ هیچ قربان. چرا؟ مگه تو جای دیگه خونه خریدی؟ نه قربان، مواجب اداره کفاف خونه خریدن رو نمیده. معلومه کفاف نمیده، من الان 2 تا خونه دارم، خیال میکنی با حقوق اداره ساختم؟ نه بابا، آدم باید زرنگ باشه. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که تو که 20 سال خدمت کردی باید بفهمی چی میگم. یعنی میگین؟ آره دیگه، راه پولدار شدن رو باید پیدا کنی. نه قربان، هیچ وقت نتونستم پامو کج بذارم. من اینو تو تایبادم گفتم، 20 سال شریف خدمت کردم، 20 سال پاک خدمت کردم، حالا نمیتونم بعد از 20 سال خدمت راه کج برم. من به حلال و حرام معتقدم، حرام خور نیستم قربان، متاسفم. صدا تو بیار پایین، مگه اینجا طویله است؟ تقصیر خودتون بود قربان. ساکت باش، برو بیرون. بازم منتقلم کنین، ویلون و آوارم کنین، اما من حرام خور نیستم. من نمیذارم قاچاقچی راحت زندگی کنن، نمیذارم.
سلام سرکار. سلام. تازه تو گلبار استخدام شدی؟ بله سرکار. خب میتونی بری. زود باش، فونش رو. خیلی ممنون سرکار. برو. بیش. بیش. برو دیگه. برو. برو فونش رو. برو. برو. سلام سرکار. عباسی جی، باز که میبینم کامیونو بازی سینا کردی. آخه چیزی حمله میکنه قربان. چیز رو حمله میکنه؟ من کلی بار دارم سرکار. چی بار زدی؟ قربان بار چیزی نیست، یعنی قبلا بازرسی شده قربان. بله. نه سرکار، بازرسی نشده. یعنی این سرکار لطف کردن و بازرسی نکردن. چی بار زدی؟ فکر میکنم گندم باشه سرکار. فکر میکنی گندم باشه؟ بله سرکار. آخه گونی گونی میآوردم من ندیدم. که ندیدی بسابا. کامیون نیومد، نکنه اتفاقی افتاده باشه. برگرد ببینیم چی شده. اصلا روح هم خبر نداشت تو ماشین هروئین گذاشتم. به خدا، به قرآن، آخه به چی قسم بخورم که شما باور کنید من بیگناه هم سر. آدم 500 کیلو هروئین بار بزنه و روحش خبر نداشته باشه، تو گفتی و ما باور کردیم. آخه چطور میشه آدم جایی کار کنه که کارش پخش هروئینه اون وقت روحش خبر نداشته باشه؟ درست میگم قربان؟ حالا که شده، حالا که من احمق این کارو کردم، شما باید بفهمید یه اتفاق منو به اینجا کشوند. یه مرد که اون شب لعنتی تو ماشین من نشست، شما باید بفهمید یه اتفاق. انقدر داد نزن، یواشتر. ببرش بیرون. آخه چطوری بهتون میگم به خدا من بیگناه هم سرکار، چرا باور نمی کنم؟ برو بیرون. من بیگناه هم چطوری بهتون بفهمونم؟ برو به خدا من بیگناه. بیرون. بیرون. باور کنید سرکار. من فکر میکنم قربان با توجه به دو محموله که از شرکت حمل و نقل گلبار کشف کردیم، این شرکت باید یک مرکز پخش وسیع هروئین باشه. شما ترتیبی بدین که این مسئله در تهران کاملا پیگیری بشه. برو بیرون. چی گفتین قربان؟ گفتم برو بیرون. بله. به خدا سرکار دروغ نمیگم، یه اتفاق منو به اینجا کشوند. یه شب لعنتی، یه مرد که تو ماشین من نشست سرکار، یه مرد سرکار، باور کنیم بهتون دروغ نمیگم، خدا دارم حقیقت رو بهتون میگم، باور کنیم. مجرمو به سرهنگ عطاریانی تحویل میدی و برمیگردیم. هروئینا رو ببرم قربان؟ نه، اونا اینجا میمونه، بعدا تحویل میدیم. ولی قربان، تحویل دادن مجرم بدون مدرک جرم که فایده ای نداره. اینش به تو مربوط نیست. بیرون ببینم چی شده.
پسر تو اصلا شانس نداری. لب دریا بری آب دریا خوش میشه. یعنی چه شده؟ فایده نداره قربان، من چیزی سر در نمیارم از این. دست میگی حالا چیکار کنیم؟ میگم قربان شما برین همین قهوه خونه این نزدیک تا نمازتونو بخونین و شامتونو بخورین، من سری میرم همین جاها یه مکانیک میارم درستش کنه. خیلی خوب، بیا پایین. بریم. حالا که تا یه ماشین بیاد ببخشین سرکار. چیه؟ میخواستم بهتون بگم که چی میخوای بگی؟ میخوای باز داستان اتفاق اون شب و اون مرد رو بگی؟ اون راننده و همکار قبلی تا مثل تو از این حرفا زیاد میزد، اونم مثل تو میگفت بیگناهه. این حرف همه تونه، وقتی گیر میفتین چاره ای ندارین، باید همه چیز رو انکار کنین. من اونو نمیشناسم، من همکاری ندارم سرکار، من اتفاقی تو این ماجرا افتادم، اتفاقی، بدون اینکه بدونم دارم چی کار میکنم. چی داری میگی؟ یعنی تو نمیدونستی چی کار داری میکنی؟ چه کثافتایی رو حمل میکنی؟ دروغ میگی، خیلی خوبم میدونستی. بس کن دیگه، برای ما رول بازی نکن. به خدا رول بازی نمیکنم، به قرآن رول بازی نمیکنم. من بیگناهم، من بیگناهم. قسم دروغ نخور. دروغ سرکار، باور کنین دارم راست بهتون میگم، حاضرم دست رو قرآن بذارم تا باور کنین من بیگناهم. میدونی دست رو قرآن گذاشتن یعنی چه؟ قرآن به کمرم بزن اگه بهتون دروغ میگم. بیا برو وضو بگیر نمازت بخون. سرکار، با این همه هروئین منو چیکار میکنن؟ میندازنت زندون. اعدامم که نمیکنن. اعدام؟ معلوم نیست، هیچیش معلوم نیست، بستگی داره به اینکه چجوری ثابت کنی بیگناهی. آخه چجوری میتونم ثابت کنم که بیگناهم؟ باید مدرک داشته باشی.
خب هروینا که مال من نیست، میتونم برن گلبار و اونا رو بگیرن و از اونا بپرسن. اگه اونا آشا کنن که مال اونا نیست چی؟ اون وقت تو چی کار میکنی؟ چی کار میتونم بکنم؟ منتظر میشم کی سرم بره گله دار. وقتی بهتون میگم من شانس ندارم سرکار، شما باور نمیکنید. آخه آدم حسابی، آدم که نشناخته و ندونسته کاری رو قبول نمیکنه که تو درد سر بیفته. خدا به آدم عقل داده که راهشو درست انتخاب کنه، نه تصادفی نه شانسی. آخه این همه آدم تو شهر ندونسته و نشناخته، شانسی و تصادفی کارگیر میارن و پولدار میشن. اون وقت باید یه بار هروئین گیر من بیفته. چی میگی سرکار؟ از روز اول که به دنیا اومدم ناف منو با بدشانسی بریدن. تنها بچه خانوادم بودم، نظر و نیاز کردن بمونم، موندم، اما حتی نتونستم دیپلم بگیرم چون که حافظه لعنتیم کار نمی کرد. با اموه رو کامیون کار کردم، اموه پشت ماشین خوابش برد و تصادف کرد و زمین گیر شد. رفتم سربازی، اومدم بیرون، بابای سکته قلبی کرد و مرد. خدا بیامرزدش. حالا موندم با یه مادر پیر که نمیتونه راه بره و یه دختر جوون که چشم انتظار منه. طفلی مادرم دلش میخواست تنها بچهش کار آبرومندی داشته باشه. حالا اگه بفهمی اینطوری شده واویلا است، دق میکنه. میفهمی سرکار؟ دق میکنه. شما حتما بچه داری، میدونین پدر مادرها وقتی بچهشون رو از دست بدن چی میکشن. شما حتما بچه داری، شما حتما بچه دارین، مگه نه؟ مگه نه؟ لازم نیست داد بکشی، کفشتر صحبت کن. دست خودم نیست سرگاه، دست خودم نیست. خیلی خوب، گریه نه. تفلی مادرم دلش میخواست تنها بچهش کار آب رو من نمیشت. حالا اگه فهمی میدونی شده با ویلاس دلیل کنم. می‌فهمی سرکار؟ درد می‌کنه. شما حتما بچه چه؟ می‌دونی وقتی پدر مادر را بچه‌شون از دست بدن چی می‌کشه؟ شما حتما بچه دارین مگه نه؟ بچه دارین مگه نه؟ بچه دارین مگه نه؟ بچه دارین مگه نه؟ مگه نه؟ داشتم، داشتم. قربان ماشین آماده است، میتونیم بریم. مجرم فرار کرد. فرار کرد؟ آخه چطور ممکنه؟ مگه تو اونجا برگ چغندر بودی ها؟ بهش اعتماد کردم قربان، اون از اعتماد من سوء استفاده کرد. تو 20 سال تمام تو ژاندارمری خدمت کردی، هنوز نمیفهمی که نباید به یه مجرم اعتماد کنی، ها؟ پس تو توی این سالها چی یاد گرفتی؟ این دفعه اشتباه کردم قربان. اشتباه کردم قربان؟ یه مجرم که این همه هروئین هم میکرده فرار کرده، حالا آقا اومده میگه من اشتباه کردم، اونم استواری که 20 سال توی ژاندارمری خدمت میکنه. من قبلا شنیده بودم که تو آدم بی‌لیاقتی هستی، اما نمیدونستم که اینقدر بی‌عرضه‌ای. بی‌عرضه نیستم قربان. ساکت باش. از این ساعت به بعد تو در محل کارت هیچ گونه سمتی نداری. برمیگردی تو خونت، میشینی تا تصمیمی که در بارت میگیرن بهت اعلام بشه. حالا میتونی بری. السلام علیک یا علی ابن مسرسه.
خب چی شد؟ از کار بیکارم کردن. چی دارین میگین؟ یعنی به خاطر من شما رو از کار بیکار کردن؟ به خاطر تو نه، به خاطر مجرمی که فرار کرده. تو که مجرم نیستی. اینطوری جواب منو ندین. من حاضر نیستم به خاطر من زندگی زن و بچه‌تون رو خراب کنین. من همین الان میرم خودم رو بهشون معرفی میکنم. کجا میری؟ آگه تو نگفتی که مجرم نیستی؟ چرا؟ قسم دروغم که نخوردی. نه به خدا. پس گوش کن علی، من نمیخوام بعد از 20 سال خدمت بیگناهی رو تحویل بدم و مادری رو از موهبت داشتن تنها بچهش بی نصیب کنم. اگه تو این دنیا سوال و جوابی نیست، تو اون دنیا که هست؟ پس زن و بچه تون چی؟ تکلیف اونا چیه؟ من بچه ندارم جوون، ولی زن مهربونی دارم. اون موقعیت منو میفهمه. وقتی بفهمه من به خاطر اعتقادم کارمو از دست دادم، ناراحت که نمیشه، هیچ، خوشحالم میشه. از فردا میریم دنبال مجرم اصلی. خیلی خوب، حالا اینجا اندازه میگیریم. شما برید اون بر، اون برتر، شما اینجا. اون طرف هم متر کنین. چشم قربان. سلام دوست عزیز، چه عجب یاد ما کردی. سلام توی سرت بخوره. مگه اون دفعه بهت نگفتم؟ مگه برات نگفتم پا تو کفش من نکن؟ باز به حرف من گوش نکردی؟ باز راپورت دادی؟ خودت خیلی خوب میدونی برای من خیلی راحت نظرم تو اینجا کار کنی، زمین بخری، ساختمون بسازی. برای آخرین بار بهت میگم رو تو کم کن، سد راه من نشو. من اصلا نمیفهمم که تو چی داری میگی دوست عزیز. که نمیفهمی احمق؟ حالا که راپورت دادی نمیفهمی؟ اینو بدون، اگه صد دفعه دیگه هم راپورت بدی با قدرتی که دارم نمیذارم محموله هم نابود بشن. پس بازم تکرار میکنم، اگه یه دفعه دیگه راپورت بدی اون وقت من میدونم و تو. فهمیدی؟ دستتو بکش دوست عزیز، یه مقدار تربیتم خوب چیزیه. اینجا محل کارت که نیست به من دستور میدی. فکر نکن که منم قدرتی ندارم دوست عزیز. من صلاح تو میخوام. اگه با من شریک بشی دیگه هیچ مشکلی نداری. من نیازی به شراکت با تو ندارم. پس دیگه خفه شو، تو کار من دخالت نکن. و الا جون تو ازت میگیرم. بریم. اگه منو با خودت شریک نکنی من خفه نمیشم. همینطور سرتون انداز پایین برو. من بالاخره میفهمم کجا توضیح میکنی. بالاخره میفهمم دوست عزیز. بالاخره نفهمیدی چه کسی راپورت میده؟ نه قربان، خونه ای که میریم خونه پسرعمومه. اگه میرفتیم خونه ما بهتر نبود؟ رفتن خونه شما صلاح نیست. اگه اونایی که تو براشون کار کردی بفهمن فرار کردی و ریگی تو کفششون باشه حتما پیت میگردن. هر جور شما صلاح بدونید. کیه؟ باز کن. سلام پسرم. سلام. سلام. به به پسرمو جون، بذار ببینمه. را گم کردی تو کجا؟ اینجا کجا؟ خیلی وقته نه؟
خیلی وقت ندیدمت. هم سن این جوون یادته؟ آره یادمه. زن یادت تازه اومده بودیم تهرون؟ چی بگم والا، مگه میشه یادم بره؟ راست میگی زن، مگه میشه یادمون بره؟ خلاصه پیر شدیم استوار، اما اون روزایی که اینجا بودی هنوز یادم نرفته. میبینی؟ اتاقم فرقی نکرده. چه شبی بود، هنوز پیش چشممه. اون گوشه بغلش کرده بودی یادته؟ یادمه پسرم. حالا وقت این حرفا نیست مرد، پسرمو تو ناراحت نکن. چرا ناراحت بشه؟ پسرای ما چه گلی به سرمون زدن، همون بهتر که دیگه بچه نداری. پسرای منه که یادته، از موقعی که داماد شدن و رفتن پشت گوششونم نگاه نکردن. ای بابا، این دور زمونه بچه به چه درد میخوره؟ هنوز تو شرکت کار میکنی؟ نه استوار، دیگه پیر شدیم، اونجا به دردشون نمیخوردیم، حالا یه جوون رو آوردن که چایی بده. پس الان چی کار میکنی؟ چند سالیه فرستادنم یه انبار خارج از شهر، جایی که سالی به 12 ماه یه نفر از شرکت نمیاد بپرسه حالت چطوره. ای بابا، ای کاش از ده به شهر نمیومدم. افسوس. چاییتونو بخورین آقا، بفرمایین. استوار، خوابی؟ نه بیدارم، چیزی میخواستی بگی؟ میخواستم یه سوالی ازت بکنم، ناراحت که نمیشی؟ نه بپرس. استوار، تو بچه ای داشتی که مرده؟ پسری داشتم که خدا نخواست زنده بمونه. خدا بیامرزدش. چرا مرد؟ حسبه گرفت. اونجا هم که خدمت میکردم دوا دکتر نبود، تا آوردمش تهران دیگه دیر شده بود، مداوا فایده نکرد و تو همین خونه مرد. چند سالش بود؟ 5 سالش. تازه با من میومد بیرون، خیلی به منم اونس گرفته بود. اسمشو چی گذاشته بودی؟ غلام رضا. یادم شب که میرفتم پاسکا کشیک داشتم، دنبالم گریه میکرد تا با خودم ببرمش. یه شب بردمش، تا صبح پشه ها کبابش کردن، اما طفلی هیچی نگفت. پسر خوبی بود، اگه زنده بود الان تقریبا همسن تو بود. میخوای عکسشو ببینی؟ آره. عجیبه. من یه عکس دارم تو 6 سالگی که عینه اون همین جستو گرفتم، مو نمیزنه. این جستو؟ آره همین جستو. جستو گرفت، گفت بابا خوبه؟ گفتم خوبه، فقط بابا بخند تا تو عکس خوب بیافته. اونم خندید. میبینی که. اما من وقتی این جستو گرفتم بابام گفت نخند، قرص خودتو بگیر به عکاسه نگاه کن. اما من تا چشم عکاسه افتاد خندم گرفت. آخه عکاسه چپ چشم بود، یه جایی که منو نگاه کنه دیوار رو نگاه میکرد. سلام. سلام. کسی نفهمید ماشین رو برداشتی؟ نه بابا، نمیدونستم کدوم پارکینگ گذاشته. بالاخره کارتون مردی که بهش تلفن کردی پیدا نکردی؟ نه، هر جا گشتم نبود. اسمش هم یادت نیومد؟ نه. اسم اون مردی که اون شب سوار ماشینش کردی چی؟ اونم یادت نمیاد؟ چی میگی استوار؟ این لعنتی که حافظه نیست.
اگه فکر میکنی خوب میشه منم بزنم. فایده نداره، خوب بشو نیست. حالا میگی چیکار کنیم استوار؟ صبر کن یه کمی فکر کنم. سلام. آخه خسته نباشی سرکار. قربان شما، از کجا میای؟ از رومیا. بارت چیه؟ گندم سرکار. کارت ماشین گواهی. فرما بردم. خب من رفتم، دنبالم بیا. باشه؟ باشه. بفرمایید، به سلامت. قربون شما. خواهش میکنم، به سلامت. موفق باشین. میبخشین آقا، من ماشینم نزدیک پاسگاه خراب شده. میشه تا نزدیکترین آبادی منو برسونین که یه تعمیرکار بیارم؟ خیلی ممنون میشه. بفرمایید، بفرمایید. قربون شما. خواهش میکنم. السلام علیکم. السلام علیکم. داره میام. آره پشت سرمون. زنده بمونی به پیش تو جاده فریه سمت راست. آخی چرا؟ حرف نزن، کاری که میگم بکن. باس بده. خیلی خوب. Thank you.
بسیار چش. بده. خیلی دیر کرده. نکنه پنچر کرده. اگر ببینی. تو کی هستی؟ به تو مربوط نیست. عجیبه، غیبش زده. مگه تو اینجا نهیدیش؟ سوار شد رو داریم خیلی بود بجو بیا قرصت بخور برات خوبه. الان حالت خوب میشه. ببینم علی، راننده کامیون قبلا تو رو ندیده بود. متاسفانه چرا، همون روز اول موقع استفاده. چی شد؟ تو رو خدا نگاه، این چه وضع رانندگی آقا؟ من مستی؟ من مستم مرد حسابی. برو عینک فروشی عینک سفارش بده، من خیلی هم خوشیارم. پیدا کردم آقای هوشیار. آقای هوشیار دیوونه. الو
سلام قربان. سلام. چی شده که این وقت روز اینجا پیدا شده؟ خبر خوشی دارم قربان. چه خبری؟ محموله دیگه خرمو دزدیدن. چی داری میگی؟ یعنی بازن؟ بله. یعنی میخوای بگی اون راننده احمق آژانس هم جزء عوامل اعتمادزاده است؟ بله قربان. عوامل اعتمادزاده با نقشه کارشون جلو بردن. اول راپورت دادن، بعد اعتماد شما رو با یه تعقیب قلابی جلب کردن تا به میون ما راه پیدا کنن. حالا هم طبق نقشه قبلی هروئینا رو دزدیدن تا شما رو تحت فشار قرار بدن که با اعتمادزاده شریک بشین قربان. محاله. این دفعه خونشو میریزم. نمیذارم زنده بمونه. همین الان برین اعتمادزاده رو بگیرین، به قصد کش بزنینش. انقدر بزنینش تا بگه هروئینا رو کجا قایم کرده. اون رانندم که مال آژانسه بگیرین و بکشینش. تا 24 ساعت دیگه باید محموله بله. پیدا بشه بله. وگرنه پدر همه تونو در میارم بله. فهمیدی؟ بله. چرا وایسادی بله. منو نگاه میکنی؟ گلبار بفرمایید. هیچ حرفی نزن آقا. خوب گوش کن. بارتون پیش ماست. اگه میخواین بارتون رو تحویل بگیرین، باید مبلغ 1,000,000 تومان پول توسط آقای هوشیار برای ما بفرستین. به هوشیار بگین ساعت 8 صبح فردا جاده قدیم کرج کیلومتر 10 جاده فرعی 8 صبح فردا منتظرش هستیم. مواظب باشین هیچ کس نباید همراه هوشیار باشه. بار تنها به اون تحویل داده خواهد شد. بی خود زحمت نکشین، رئیستون پیش ماست. اگه نخواین بارو تحویل بدین اونو میکشیمش. نه رئیسی نداریم، هر کاری دلتون میخواد با اون بکنین. اگه کاری که میگم نکنین ما اقدام دیگری خواهیم کرد. چی شد؟ رئیسمونو گرفته. رئیسمون؟ کدوم رئیسمون؟ نمیفهمم چی داری میگی؟ خیلی جالبه بدونی. بعد از اینکه ما بارو برداشتیم اونا به کسی دیگه شک کردن و اونو گرفتن. حالا حاضر نمیشن هوشیار رو پیش ما بفرستن؟ هنوز معلوم نیست. باید ببینیم رؤساشون چه تصمیمی میگیرن. Thank you.
بله بفرمایید. گوش کن هاشر، رئیس موافقت کرده پول به اونا تحویل بدیم، اما با نقشه کار میکنیم. اول چند نفر به فسخونه راننده تا نشونی ازش پیدا کنن، بعد خودت هم برو سر قرار. ضمن به بچه‌ها بگو اعتماد زاده رو فلش کنن. چش قربان. بارا شما باید تحویل بدین. پولا رو آوردی؟ پولا اینجاست. یه این طرف. یه نفر تو ماشینی؟ همونجا وایسا. به اون کسی که تو ماشینه بگو اگه بخواد کاری بکنه تو رو میکشم. میفهمی؟ نمیخواد کاری بکنی. حالا آهسته بیا جلو. علی بشین پشت ماشین. باشه. بازم بیا جلوتر. بیا بازم. علی برو. کجا میبرین؟ مگه پول نمیخواستین؟ آه ما پول نمیخواییم. ما با تو کار داریم. حرف بزنی. باید بگی از کجا دستور میگیری. برای کی کار میکنی؟ رئیست کیه؟ من هیچ رئیسی ندارم. من خودم رئیسم. نه تو داری دروغ میگی. من خودم رئیستونو دیدم. اون منو به تو معرفی کرد. تو باید بگی اسمش چیه؟ من رئیسی نمیشناسم. پس اینا مال توه. نه اونها مال من نیست. پس مال کیه؟ نمیدونم. نه. تو میدونی. تو باید حرف بزنی. تو باید بگی کی به تو دستور میده. تو باید بگی. تو باید منو از این دردسر نجات بدی. من میخوام ازدواج کنم. دختر چشم انتظاره. مادرم هم مریضه.
اون به من احتیاج داره، میفهمی؟ احتیاج! الان دیگه به تو احتیاج نداره، آدم های ما پیش اونن، نمیذارن بهش بد بگذره. آره شماها با اون چیکار کردین؟ با اون پیرزن چیکار کردین؟ آه من به اون نردشی نتا کنالی سعی کن خودتو کنترل کنی. دروغ نمیشین. دروغ نمیگم، مادرش تو دست ما اسیره، اگه مواد و پولا رو ندین مادرشو میکشیم. خود خالت نکن. من باید برم، مادرم به من احتیاج داره. تو حالا نباید بری، میفهمی؟ ما کاری نمیتونم بکنم. تا این حرومزاده تو دست ماست اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن. نه من باید برم، باید برم، مادرم به من احتیاج داره، اون به من احتیاج داره. صبر کن علی، منم با تو میام. ببین نترس پسرم، اتفاقی نمیافته، اگه خواست کاری کنه فرار کنه با این محکم بزن تو سرش، فهمیدی؟ خیلی خوب باشه. حالا چیکار کنم؟ من اینجا مواظب هستم، تو برو زود برگرد. خیلی خوب. هوشیار کجاست یا نه؟ میگی یا نه؟ اگه نگی کش مادرتو میکشم. فهمیدی؟ Thank you.
اگه دروغ گفته باشی همینجا میکشمت. فهمیدی؟ بیا حرکت. تکون مخوری مغزتو داغون میکنم. علی پیاده شو برو ماشینو بیار. بردش. از شما چی؟ هر کاری میگم بکن. گفتی؟ تو راست میگفتی آثار، زندگی شانسی نیست. من با عقل رامو انتقام نکردم. من داشتم خدا را فراموش میکردم. در این دنیای کسافت یاد گرفته بودم که بود همه چیز آدمی. اما حالا حاضر نیستم اعتقاد و با پول عوض کنم. درست مثل خودت آسوار. میدونم حالا آروم باش. خونه زیادی ازت رفت، باید برسونم دکتر. نه، تو درد سر میافتی. مگه میخوای کار نیمه تموم بمونی؟ باید کارو تموم کنی. استوار کارو تموم کن. استوار تمومش کن. خواهش میکنم. تموم میکنم علی، آروم باش. من قول میدم. نزوشتن عکسمو برات بیارم. خیلی دوست داشتم عکسمو ببینی. اینو خودم بذار اموش است. بابام به ام گفت نخند. نگاه کردم خندم که علی خندم
استوار کارو تموم کن استوار تمومش کن خواهش میکنم تموم میکنم علی آروم باش من قول میدم زادو تو میدونی چی کار داری میکنی؟ تو میدونی با این کار چه جوانایی رو نابود میکنی؟ میدونی؟ به دور و برت نگاه کن ببین شما چطور با این گرد لعنتی هستی مردم رو میسوزونین؟ از بین میبرین؟ شما هستی علی رم سوزوندین شما علی پسر منو کشتین شما میکروبا شما لجنا شما کسافتا من تقاسشو پس میگیرم بس دیگه پسرم اونو کشتی بلان کن پسرم و اینا همشون کسافت هم اگه نگی رئیست که همینجا جونت میگیرم میفهمی؟ میفهمی؟ خیلی خب میگم میگم دست نگردار میگم میگم پایین بیا پایین تا نکشتمت میفهمی؟ بیا پایین تو کی هستی؟ چی کار داری من کیم؟ تو دیوونه شدی تو نمیفهمی داری چی کار میکنی؟ به زودی میفهمی دارم چی کار میکنم شما هروئین از کجا وارد میکنی؟ چی رو میخوای بدونی؟ از همه جا از هر کجا که بخوایم میتونیم هروئین وارد کنیم میفهمی؟ از همه جا کجا توضیح میکنین؟ به فرض که بدونیم کجا توضیح میکنیم شماها نمیتونیم با ما رقابت کنیم محلهای توضیح دست ماست ما این قدرت رو داریم که به راحتی وارد کنیم و توضیح کنیم هیچ کس هم نتونه کاری انجام بده شماها نمیفهمین با دم شیر دارین بازی میکنین شما خیال میکنین با یه مش جوجه قاچاقچی مثل خودتون طرفین؟ ببینم شماها اصلا سناتور رو میشناسین؟ کدوم سناتور؟ سناتور والا تبار سناتور انتصابی دربار اسمش حتما به گوشت خورده قدرت اونه میخواین از اون اخاذی کنین؟ میخواین با اون رقابت کنین؟ جوجه قاچاقچی های احمق با بد کسی در افتادیم پس رئیستون یک سناتوره ای خدا یا ببین کیا بر ما حکومت میکنه هیچ میفهمی چی میگی؟ بله قربان خودش تو ماشین اقرار کرد الو بفرمی معذرت میخوام منزل جناب سناتور بازی گرم شد جناب تیمسار کماری پای تلفن با شما کار دارن منو کار دارم بله اجازه میدم بفرمایید خواهش میکنم
این استوار دیوونه است، از خدمت منفصل شده. چطور حرفشو باور کردین؟ میگه از خرمی اقرار گرفته قربان. واقعیت اینه، اون وقت شما به افترای یک استوار دیوانه گوش میدین؟ عجیبه واقعا، اونم افترا به یک شخصیت معتبر مملکتی. شما مثل این که موقعیت خودتون رو درک نمی کنی. محض اطلاع عرض کردم قربان. خیلی خوب، تمومش کن. ولی قربان، جسد رو چی کار کنیم؟ خاکش کنید. اسم چیه استوار؟ حقگو قربان. استوار حقگو، کارت خوب بود، اما اگه به یه شخصیت خیلی معتبر مملکتی افترا نمی زدی و حواستو جمع می کردی، تشویقم می شدی. باور بفرمایید قربان، به خدا افترا نیست. قسم دروغ نخور استوار. قسم دروغ نمی خورم قربان. اینا باند بزرگی هستن که زیر نظر سناتور والاتبار کار می کنن. می فهمی چی میگی استوار؟ بله قربان می فهمم، ولی آخه با من یکی بدو نکن. حد اکثر تا 48 ساعت دیگه خودتو به پادگان بیرجند معرفی کن. بفرمایید بریم آقایون. آقای خرمی، بفرمایید تو. خدا حافظ استوار حق. آقا میتونه بره؟ آره بفرم. بفرم. بیا بقیه شما رو آیون، ما باید برای برانداختن این عادت زشت و پلید اعتیاد از سر مردم به طور بنیادی عمل کنیم. ما باید ریشه را خشک کنیم و شیطان وجود را نابود سازیم.
ما باید به طور بنیادی عمل کنیم آقایون، بنیادی، و برای این منظور